دشمنان شما خیز براندازی برداشتند. راز ماندگاری 40 ساله انقلاب حمایت از ولی فقیه بود. دشمنان شما نیمخیز شده اند و روحانیت رو سینخیز کردند. هدف اینها پرچم کردن عمامه ولایت فقیه هست. همونطور که مقام عظمای ولایت فرمودند، مثلثی در کار است که نگذارد ما به 40 سالگی برسیم. و حالا ما میبینیم که مربعی در خیابانها پیدا شده که میخواهند دایره روحانیت رو زوزنقه کنند. راز ماندگاری نظام حمایت از استوانه ببخشید از ولی فقیه بود که 40 سال شکم روحانیت رو سیر کرده. میخوان روحانیت رو از چشم بیندازند. دیدید امام جمعه خرمشهر با عبا و با عمامه و عبا قبا آمده جوشکاری میکنه. امام جمعه ما میاد مثل دیگران تو صف نان وای میسته، مشکلات مردم رو از نزدیک میشنوه، بعد از نماز مینشینه، گاهی 1 ساعت، گاهی 1/2 ساعت، گاهی بیشتر، گاهی کمتر. خود بنده به عنوان امام جمعه نمره موقت تهران اصلا حرفم جوشکاریه. همین که تونستیم مقام عظمای ولایت رو به قرن 21 جوش بدیم، خودش از برکات نظامه. بنده خودم عشقم اینه که برم تو صف نونوایی کنار مردم بایستم، مشکلاتشون رو گوش کنم، بعد برگردم خانه تنها در غم مشکلات مردم بشینم، یه شکم سیر، مرغ شکم پر و کباب بره و بوغلمون بزنم به بدن. حالا 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، گاهی بیشتر، گاهی کمتر. خود شما مردم باید به صحنه بیایید. اما چه جوری به صحنه بیایید؟ نه اونجوری که جاسوس‌های امریکایی با فراخوان‌ها میخوان از این موقعیت سوء استفاده کنن، شما رو به صحنه بیارن، مقابل نظام نگه دارن. به خاطر پایین افتادن شکم شما نباید بیاد مقابل این نظام وایستید. پای این مقام عظما و این نظام میدونید چه شکم‌هایی بالا پایین شده؟ نه، میدونید قبل از انقلاب شکم روحانیت این نبود، امام اومد شکم علما رو بالا داد. پس اگه میخواید به صحنه بیاید، بیاید، اما نه اون جوری که بر اساس فراخوان‌ها شکم ما رو سفره کنید. جا داره در این نقطه یاد کنیم از اون جمله امام راحل که فرمود پشتیبان ولایت باشید تا شکمتان آسیبی نرسد. من به عزیزانی که گاهی راهپیمایی میکنن، دیروزم چند جا بوده، خدمتشون عرض میکنم که عزیزان حرفای حق دارید. البته نمیگم همه اینا که پیدا میشن توی راهپیما، نه، اینا بعضیشون هیچ حقی هم ندارن و از جاهای دیگه اومدن این کارا رو بکنن، اونا هم دست دشمنن، اما بعضیشون هم حق دارن. خب حالا سوال اینه که چه کسایی حق دارن، چه کسایی حق ندارن؟ اونایی که برای اعتراض به گرونی و روحانیت و نظام شعار میدن حق ندارن. البته حق دارن، اما حق کتک خوردن. اونایی که شعار میدن توپ، تانک، فشفشه، آخون باید فلان و بهمان، اینا حق ندارن. نتیجه این که تنها کسی که حق داره مقام عظمای ولایته که بنده خودم دیدم چه جنس حقی میزنه که من بهشون حق میدم. راه افتادن تو خیابون اصلا معنا نداره برای کسانی که اینجوری هن، مگر شیاطین. برای اینکه آدم میخواد راه بیفته بیاد تو خیابون بگه آقا جون وضع مملکت ناجوره،
چیزا گرونه. اینو میخوان بگین به کی میخوان بگین؟ به بالادستی ها؟ خب بالادستی ها که همه میدونن. بابا این بالادستی ها بهتر از خود شما هم میدونن، چون خودشون این بلاها رو سر شما آوردن. شما میای به خاطر بلاهایی که سرتون آوردن اعتراض میکنید، خبر ندارید که چه بلاهایی در آینده میخوان سرتون بیارن. آخه پس شما حق ندارید. اگه کسی حق اعتراض داره، خود مقام عظماست که همیشه معترضه به گرونی، به فساد، به اختلاس، به زندونها، به همه چیز، که البته خب حق داره، چون همه این مصیبت ها زیر سر مقام عظمای عمه بنده است. پس شما فقط حق دارید به عمه بنده فحش بدید، نه به مقام عظما.